عزیزای من، گلای من، بعضی موقع ها شما نازنینا بله میگین که خواب دیدم مینا اومدی تو خونمون، خواب دیدم که تو یه گروهی وارد خونمون شدن. البته از اینا بسیار زیاد داریم عزیزای من، و من یه جواب کلی براتون بدم که بعضی از عزیزانمون برامون ایمیل میزنن و میگن که مینا خواب دیدیم که یه گروه کلی که 7 نفر بودن اومدن خونمون، بعدش هم پشت سرش تو اومدی، همه لباس سفید پوشته بودن و میخواییم بدونیم جوابش چیه. نازنینای من، گلای من، من آرزو میکنم که از خدای مهربان، پروردگار من و استادای عزیز فرمودن سوالی که جواب گرفتم، فرمودن الهی برکت نور الهی تو خونه هاتون بیاد و انشاءالله به لطف خداوند انشاءالله اون جد میناست که میاد تو خونه هاتون. نازنینای من، این به اصطلاح برای خواب بسیار عزیزانمون که برای ما ایمیل زدن. حالا یه ذره خواب این ور اون ور فرق میکنه و امیدوارم که شما عزیزای من، شما گلای من، بازم جوابشو بدونید و انشاءالله نتیجه بهترین رو تو زندگیاتون بگیرید. گل من، ما راجب یه آقایی که این آقای محترم بسیار خانمشو دوست داشته و آقای پتروس هست اسمشون، و آقای پتروس با زمانی که گویا 12 سال دوست دخترش که شده بود خانمش دوستش داشت و توی این مدت 12 سال اینا صاحب فرزند نشده بودن گلای من، و آقای پتروس میگه که همیشه من احساس میکردم که ماری یه ایرادی تو زندگیش داره، البته نه به دلیل اینکه بچه دار نمیشه، یه ایراد اخلاقی داره. گاهی ماریا البته، یا ماری که صداش میکنه، میگه ماریا گاهی آدم دو شخصیته بود، گاهی برای ماریا اتفاقی میافتاد که من میدیدم ماریا اصلا اون دختر مهربونی که من عاشقش بودم و خیلی به من همیت میداد اون نیست. البته میشه گفتش که خب سالها از زندگیمون گذشت و ما صاحب فرزندم نشدیم، این مسئله به اصطلاح باش کنار اومدیم، جدایی بینمون پیش نیامد، تا اینکه پتروس عزیزای من، گلای من، بلند میشه میره گویا یه گروهی از دوستان میگن که میخوان بریم کوهنوردی، و تمامم آقایون بودن، خانم نبوده، یعنی نمیتونسته ماریا رو با خودش ببره. نازنینای من، متاسفانه پتروس میره برای کوهنوردی با دوستای مردش، حادثه براش پیش میاد که میفته و متاسفانه پتروس عزیزای من فلج میشه. به محض اینکه به ماریا اطلاع داده میشه و ماریا بله اول میاد تو بیمارستان و میگه که فکر میکنم دیگه زندگی من و تو اینجا تموم شده، دیگه علاقه من نیستم اصلا با تو زندگی کنم. حالا بدون دلیل شما در نظر بگیرید پتروس تفلک توی این حادثه ترسناک، شما در نظر انسانی که پا داره عزیزم، پاهاشو از دست بده براش یه وحشتیه، و نازنین من یه ضربه روحی بدی به پتروس میخوره و ماریا تصمیم میگیره که بله رها کنه بره، بدون اینکه طلاق بگیره، بدون اینکه جدا بشه. بعد پتروس در زمانی که تو بیمارستان بود میگفتش که اینطوری نبود که من مثال پام پیچ بخوره بیفتم از دره، یا اینکه اتفاقی برای من پیش بیاد. من احساس کردم که انگار یه کسی منو گرفت و کشید به طرف دره. اینجوری نبود که من بگم خب زمین خوردم افتادم از دره پایین، نه، این چنین نبود، و برای من این زمین خوردگی، افتادن تو دره، یه چیز عجیبی بود. من احساس میکردم تا حتی اون موقعی که من افتادم تو دره صدای چند عده رو تو گوشم میشنفتم که میخوام اینو بدونم چیه. پتروس وضع مالیش طبیعتاً بد نبود عزیزای من، میتونست خیلی راحت آینه رو تهیه کنه، و بعد اینکه پتروس به مسئله که میخواست فقط بدونه چیه و میگفت حتما و حتما من در این خونه رو خواهم زد تا شفامو نگیرم، از اینجا برو نیستم، دست بردار نیستم. البته اینم بهتون بگم نیومده بود که بخواد در بزنه، این کلماتشو دارم براتون عنوان میکنم. و پتروس عزیز با نور لطف پروردگار، نازنینای من، شفای لطف پروردگار شامل حالش شد. تبریک میگیم به پتروس عزیز به دلیل اینکه شفای الهی نصیبش شده.
حالا چه کسی بود؟ چه کسانی بودن البته؟ نمیتونیم بگیم چه کس، به این دلیل که بیشتر از یک نفر بودن. چه جوری بود که نازنینای من، عزیزای من، در عروسی پتروس و ماریا متاسفانه عزیزای من شخصی براشون پرفیوم آورده بود، عطر، بله دارن سری دارن به من میگن پرفیوم یعنی عطر، بله. براشون عطری آورده بود و این عطر چیزی بود که سر برای عروس دومات متاسفانه زده بودن و عروس متاسفانه دو شخصیت بود. در اصل ماریا عاشق پتروس بود ولی یک موقعهایی شخصیت خودش و عزیزای من گم کرده بود و این ضربه به این زوج این چنین بود که بله خیلی موقعها ماریا اصلا نمیخواست با پتروس زندگی کنه و این چنین بود که برای مدت 12 سال زندگی صاحب فرزند نشده بودن و این چنین بود که متاسفانه این حادثه وحشتناک برای پتروس پیش اومد. حالا نازنینای من، گلای من، از خدای مهربان قدردانی و سپاسگزاری میکنیم. پتروس عزیز بله شفاشو گرفته، شکر خدا، و ماریا الان شده یه خانم دیگه. و حالا پتروس میگه که خب ماریا در شرایطی که من واقعا بهش نیازمند بودم منو رها کرد، من حالا چجوری بتونم عشق ماریا رو قبول کنم؟ البته استادای عزیز فرمودن، جواب دادن که عزیزم وقتی شخصی که دست خودش نیست بس دیگه نمیتونی بگی که من چجوری ببخشمش، بس بهتر خانم تو ببخشی، دوباره بخواین زندگیتون رو شروع کنی و انشالله کنار هم. و شما 3 تا بچه توی قسمتتون هم هست. پتروس بسیار از این مسئله خوشحال، عزیزای من، و میدونیم که ماریام خیلی علاقمند دوباره برگشت به زندگیش و متوجه شدن تا حتی اسم شخصی که عزیزای من براشون عطر این چنین کرده بود، زندگیشون رو به این شرایط انداخته بود، براشون دادیم و گفتن هنوزم این افراد تو خانواده ما میان و میرن و جالب اینه هر دفعه که اینا میان و میرن عنوان میکنن که دوستای خیلی خوب ما، دوستایی هستن که از هر کسی به ما نزدیکترن، ولی ما غافل از این هستیم که همینایی که بسیار نشون میدن که خوبن متاسفانه حرکتهای خیلی جنایتهای بزرگ برای ما کردن. نازنینم عزیزم، شما در نظر بگیر شخصی که میره جنایت میکنه شاید یک بار عصبی میشه یک کاری رو میکنه و شخصی که بلند میشه یک عمر یک خانواده رو عذاب میده، اینو قبول کنیم که این جنایت بزرگتریه. و متاسفانه بله ماریا و پتروس تصمیم گرفتن که خانم بهجت و همسرش دیگه تو خانواده اینا نیاد و بره و خوشبختانه با نور الهی، با لطف پروردگار، با قدرت 7 استاد نازنین که خدای مهربان بهشون قدرت هدیه کرده، نازنینان این چنین تصمیم گرفته شده که انشاءالله برای این زوجین دیگه هرگز نتونن، نه بهجت نه هیچ کس دیگه نتونن براش خدایی نکرده طلسم سیاه انجام بدن. حالا آقای پتروس و خانم ماریا تصمیم گرفتن، میفرماین که ما اهل جلفای اصفهان هستیم جفتمون، و البته پتروس و ماریا جفتشون جزء عزیزای اقلیت ما هستن و فرمودن که برای کسی که جزء اقلیته و مشکلی داره که خدای نکرده قطع نخواه هست، یا اینکه بچه‌ای رو داره که معلوله، یا اینکه خدای نکرده زندگیش رو به واژگون شدنه، حاضره که براش آینه بپردازه و اونها هم بتونن از زندگی آروم، پر محبت، پر برکت و سلامتی برخوردار باشن. پس ازتون خواهش میکنم نازنینای من، گلای من، شما همین الان به خاطر اینکه به خاطر همین مسئله، به خاطر همین خبر ما لیلا رو گفتیم الان پای تلفن ها باشه، به تلفنایی که توی اون باکس قرمزه لطف بفرمایید همین الان زنگ بزنید با لیلا صحبت کنید، چون برای مدت 1 ساعت این تلفن ها جواب داده میشه و شما عزیزی باشی که شرایط دین چنین باشه، آقای پتروس و ماریای عزیز حاضرن که هزینه آینت رو بپردازن تا تو هم بتونی زندگی خوشحالی داشته باشی.